سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه امروز ما هستید. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه 360 درجه امروز میپردازیم به ادامه بحرانی که بعد از اعلام سیاست جدید آمریکا در قبال ایران سر تا سر رژیم رو درنوردیده. در همین رابطه و این روزها یک تناقض بزرگ به خصوص در رسانه‌های باند روحانی و شرکاش دیده میشه. از یک طرف اونا مدعی هستند که تونستن ترامپ و آمریکا رو با برجام منزوی کنند. مثلا یک روزنامه این باند تیتر زده که ترامپ علیه برجام، جهان علیه ترامپ. اما از طرف دیگه نه تنها در رسانه‌های باند خامنه‌ای، بلکه حتی در رسانه‌های باند روحانی معکوس این ادعا مطرح شده. حالا واقعیت چیه؟ آیا رژیم واقعا تونسته در عرصه بین‌المللی آمریکا رو منزوی بکنه؟ اگه چه این موفقیتی به دست آورده باشه، آثار اون رو در تعادل قوای داخلی و خارجی هم باید ببینیم. گزارش کوتاهی رو در این زمینه می‌بینیم، بعد در گفتگوی امروزمون به این موضوع می‌پردازیم. تلویزیون رژیم 25 تیر. انهای اسرائیل و عربستان که همه هزینه ها را برای امریکا می کنند، در این میانه اروپا هم طرف ایران است. خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر برای چندمین بار به کاخ سفید می رود تا به رئیس جمهور امریکا بگوید توپی که به زمین کنگره انداخته ممکن است وارد دروازه خودش شود. دبیر کل سازمان ملل هم تا الان دقیقاً 14 بار گفته برجام را حفظ کنید. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ نشستی برگزار کردند با موضوع ایران و برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست با ابراز امیدواری بر حفظ برجام تاکید کرد به دنبال جایگزینی برای توافقنامه هسته‌ای با ایران نیستیم. موگرینی با اشاره به اظهارات و مواضع رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام گفت انتظار داریم وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با قدرت از این توافقنامه حمایت کنند. روزنامه حکومتی جهان صنعت 25 مهر. از حمایت اروپا ذوق زده نشویم. به نظر می رسد که همراهی اروپا با برجام در کوتاه مدت حفظ خواهد شد، اما در دراز مدت تابعی از نوع رفتارهای ایران در منطقه است. بزرگترین نشانه برای اثبات این ادعا همان رفتاری است که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در قبال ایران انجام دادند. این سه کشور در روزهای پایانی ماه ژوئیه و اخیراً هم در ماه سپتامبر گذشته با هدف بازی کردن در زمین واشنگتن و با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند برنامه موشکی خود را متوقف کند و از میزان رفتارهای ثبات‌زدای خود در منطقه بکاهد. بنابراین اصرار ایران بر تداوم برنامه‌های موشکی و اصرار بر ادامه رفتارهای ثبات‌زدا و همچنین تلاش برای تعیین کنندگی نقش در منطقه، ماندن این سه کشور را در کنار برجام مشکل می‌کند. احتمال این همراهی از اعلام مواضعی که مرکل، ماکرون و ترزا می در دوران اخیر درباره رفتارهای ایران کردند به خوبی پیداست. کیهان خامنه‌ای 25 مهر. همصدایی فرانسه، آلمان و انگلیس با آمریکا. دلالی اروپا برای دور تازه باج‌خواهی آمریکا از ایران. علی‌رغم تبلیغات گسترده روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی از دولت‌مردان در خصوص ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا به واسطه برجام، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی در پاسخ به این سوال که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر مواضع تقابلیش درباره توافق هسته‌ای با ایران بیشتر به یک شریک متخاصم برای فرانسه تبدیل شده است تا یک شریک محکم گفت آمریکا متحد ماست، ترامپ رئیس جمهور قدرت اول دنیاست، بنابراین مهم است که وی را در این مشارکت در این رویکرد چند جانبه تثبیت کنیم. ماکرون افزود به رئیس جمهور آمریکا گفتم که نباید توافق را پاره کرد و وی نیز در این زمینه مجوزی نداد و مسائل را به کنگره سپرد. من به ترامپ گفتم که ما باید خواستار مذاکره بیشتر با ایران باشیم و به کنترل این کشور ادامه دهیم و در این حال ایران را درباره فعالیت‌های موشکی بالستیک بیشتر پاسخگو کنیم. سایت حکومتی مشرق 25 مهر. پس از تجربه تلخ اعتماد با آمریکا، در نهایت تعجب می‌بینیم
دولت به دنبال ادامه همان روند غلط در مدل مینیاتوری و بسیار تحقیرآمیزتر با اروپایی هاست. آن هم درست در روزگاری که سران اروپا یکی پس از دیگری خط و نشان میکشند و رجز میخوانند که موشکی، چنان و مسائل منطقی بهمان. روزنامه حکومتی وطن امروز 25 مهر. همه از لزوم دفاع از کیان مملکت سخن به میان میآورند تا دو پیام را به دولت مخابره کنند. پیام اول لزوم ترجیح دادن منافع ملی بر منافع و سلایق جناحی است و پیام دوم نیز توقف نگاه غلط به معادلات جهانی قدرت. پیام اول که بیمان از جهت انفعال در واکنش و حتی مالکشی بر نقص‌های مکرر برجام می‌رود، هشداری برای ممانعت از خطرناک‌تر شدن وضعیت فعلی از سوی دولت‌های غربی است و پیام دوم هشدار به ادامه راه کدخداپنداری در معادلات جهانی است، راهی که این بار با شیفت کردن از آمریکا به روی کشورهای اروپایی طی می‌شود تا برای چاره‌جویی از پلیس بد به جانب پلیس خوب پناه ببرد. روز بعد از اعلام سیاست جدید آمریکا، سراسیمگی، به هم ریختگی و گیجی در درون رژیم همچنان بالا میگیره. نمودهای اون موضع‌گیری‌ها و تفسیرهای متناقض از زبان مهره‌ها و رسانه‌های نظامه. یکی از این مواردی که به شکل متناقضی بارز میشه، ادعاها در قبال اتحادیه اروپا است. برخی میگن اروپا تمام قد پشت برجام ایستاده و متقابلا عده‌ای میگن اتحادیه اروپا قطعاً جانب آمریکا رو خواهد گرفت. سوال اینه که واقعیت چیه؟ گفتگوی امروزمون رو به این موضوع اختصاص دادیم. سلام میکنم به شما و تشکر از حضورتون در برنامه 360. منم سلام کنم به شما و به بینندگان عزیز برنامه. اگر که موافق باشین اول از یکی از موضع‌گیری‌های رژیم شروع کنیم که در تلویزیون رژیم و البته برخی رسانه‌های دیگه‌ش هم بود و اونم این که به نقل از خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگن که اروپا طرف ایرانه. اگر این حرف درست باشه، یعنی خب این یک امکان خیلی خوبیه که رژیم به این وسیله بتونه جلوی تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی جدید آمریکا رو بگیره. نظرتون چیه؟ اجازه بدید زیاد راه دور نرم. جواب از داخل خود رژیم همین امروز آخوند احمد خاتمی توی این نمایشی که توی قم داشتن اونجا گفتش که اگر اتحادیه اروپا مخیر باشه بین انتخاب بین رژیم و آمریکا، قطعاً آمریکا رو انتخاب می‌کنه. و گفت بی خود خوشحال نباشید که فکر بکنید به اصطلاح اتحادیه اروپا ما رو انتخاب میکنه، رژیم رو انتخاب میکنه. چنین خبری نیست خلاصه. خب ولی احمد خاتمی نماینده باند خامنه ای سمت باند روحانی نظرات چیه؟ ببینید به نظر میاد حرف اونا متفاوته. شما اول اشاره کردید گیجی و سردرگمی در داخل رژیم. من میخوام بگم که این گیجی و سردرگمی فی الواقع به قدری زیاده که اساساً نمیشه با منطق دعوای باندی و نمیدونم منافع جناحی اینا به این قضیه نگاه بکنی. نمونهش مثلا اشاره کردید اول که تلویزیون رژیم گفته موگرینی مدعی شده تلویزیون رژیم که خانم موگرینی گفته ما پشت رژیم ایران هستیم. بله. خب همین حرف از بلنگوی اصلی باند خامنه‌ای که تلویزیون باشه درست متناقض با همین حرفی که احمد خاتمی مهره برجسته باند خاتمی باند خامنه ای گفته. کاملا تو داخل این باند اینا دارن ضد هم میگن. حالا یک نمونه دیگه بگم از باند مخالفش. تو باند روحانی هم اوضاع همین جوریه. نمونه هایی که شما گفتید، یکی گفته ترامپ در مقابل برجام ایستاد و جهان در مقابل ترامپ، از این دوده دمایی اینجوری که کردن. حالا نقطه مقابلش تو همین باند روزنامه جهان صنعت امروز اومده گفته آقا جان ذوق زده نشید از مواضع اتحادیه اروپا، اینا موقتیه، چون که اینها اتحادیه اروپا هر سه کشور آلمان، انگلیس، فرانسه، اینها توی محدودیت موشکی و بعد حقوق بشر اینا همه با آمریکا همسو هستن. یعنی ببینید که داخل هر باندم چنین اتفاق نظری وجود نداره که فی الواقع اتحادیه اروپا میخواد حمایت بکنه از رژیم. این از اینا. ولی بله. حالا خود مواضع اتحادیه اروپا رو من فکر میکنم بهتره به جای اینکه ببینیم رژیم چی میگه از قول اونا، بله، میشه خیلی مستقیم رفت خودش نگاه کرد ببینیم چی میگه اینا. بله، من خواستم همینو بگم. صرف نظر از اینکه شما میگین یه به هم ریختگی و تناقض‌گویی در مواضع رژیم هست که خب
هست و علتش هم به قول شما وحشت رژیم از این سیاست جدید. ولی شاخص به هر حال خانم موگرینیه که مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا است و وزرای خارجه کشورهای اصلی اتحادیه اروپا که همه همچین موضع گیری کردن. مگه این شاخص سیاست اتحادیه اروپا محسوب نمیشه؟ ببینید خانم موگرینی یک موضع گیری کرده که موضع خودشه، ولی تو بحث سیاست خارجی تو اتحادیه اروپا اصل اینه که هر کشوری سیاست خودش رو اعلام میکنه. من فکر میکنم حالا برای اینکه ببینیم موضع اتحادیه اروپا چیه، بگردیم یک شاخص واقعی تری رو پیدا بکنیم. فکر میکنم فرانسه این وسط و رئیس جمهور فرانسه شاخص واقعی میتونه باشه، چون که به طور سنتی تو اتحادیه اروپا و تو اروپا این فرانسه بوده که همیشه یک حالت رقابتی داشته با مواضع آمریکا. انگلیس که از قبل به شکل سنتی حامی سیاست های آمریکا بوده، تو این دو جنگ اخیره شاهد بودیم که کامل انگلیس از مواضع آمریکا حمایت کرد. آلمان هم که سیاستش نزدیک شدن به آمریکاست، نمیخواد تضاد کار بکنه، ولی تو همون جنگ خلیج فرانسه ایستاد و علنی مخالفت کرد. پس این شاخص مهمیه که تو این مثلث قدرت اروپا، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، این فرانسه است که همیشه باید بهش نگاه بکنیم ببینیم موضعش در قبال آمریکا چیه. بله. حالا همین رئیس جمهور فرانسه اومده گفتش که من به ترامپ گفتم که ما باید این رژیم رو بیشتر کنترل کنیم و نظارت موشکی هم بهش تحمیل بکنیم. خلاصه نکته شما درست، ولی واقعیت اینه که متاسفانه پایه سیاست اروپایی تا حالا که اینطور بوده منافع اقتصادی این کشورهاست. نهایتاً فکر نمی‌کنید این منافع اقتصادی و این حراجی که رژیم می‌کنه اموال مردم ایران و برای از جمله اروپا باعث بشه که عملاً کشورهای اروپایی در کنار رژیم قرار بگیرن؟ درست میگید شما. همین آخوند روحانی که این دفعه داشت میرفت نیویورک، قبلش تو تهران اعلام کرد که آقا این خانه یغما گسترده است، شما هم بفرمایید بخورید. این تعارف، یعنی این تهدید ظاهراً به نظر میرسه که هستش. حالا میخوام بگم از قضا عین این سوال دو روز قبل در مقابل ترامپ قرار دادن، گفتن که فکر نمیکنی که اروپایی ها بخوان از این منافعشون نگذرن رو در روی سیاست شما. که ترامپ جواب داده که من خودم از قضا به اینا، مقصودش سران اروپاست، گفتم که این رژیم خوب پول میده، برید بگیرید بخورید. ولی مقصودش اینه که سیاست دیگه دخالت نکنه تو سیاست گذاری در مورد برجام، اون یه چیز دیگه است. بله. مقصودش اینه که پولا تا اونجایی که تو چارچوب این تحریم ها میتونید از رژیم بگیرید، قرارداد اقتصادی ببندید ببندید، ولی اونجایی که پای سیاست گذاریه، اگر من با شما که متحدم هستین نتونم رژیم رو تعیین تکلیف بکنم، اون موقع خودم دیگه تکی تصمیم میگیرم و از برجام میام بیرون. شما فکر میکنین که اروپایی‌ها به این تهدید تن میدن به هر حال نهایتاً؟ اگه موافق باشید باز بریم سراغ شاخص اروپایی که فرانسه باشه. بله. ماکرون دو روز پیش بود یک مصاحبه گفتش که ترامپ اولا متحد ماست، دوما رئیس جمهور قدرت برتر دنیاست، در نتیجه ما باید از مواضعش تو این داستان حمایت بکنیم. به همین دلیل هم هست که این آخوند خاتمی امروز توی قم بدون شکاف و بدون که شک داشته باشه گفتش که اروپا آمریکا قطعاً بباشید اروپا قطعاً بین ما و آمریکا رو انتخاب میکنه. خب پس اگر اینقدر روشن هست که اتحادیه اروپا این شکلی که رژیم میگه پشت رژیم نیست، تبلیغ این حرف برای رژیم چه منفعتی داره؟ آیا به ضرر خودش تمام نمیشه نهایتاً؟ ببینید رژیم هزار تا درد بی درمان داره که هر دارویی بخواد به یه دردش بزنه ضد اون یکی دردش تموم میشه. الان هم یک خیلی از مزدوران داخلی و برون مرزی رو دستش موندن که اگر اونا یک جایی بو بکشن و ممکنه وضع رژیم خراب بشه و پول به دست رژیم نرسه، وضع خود اونا هم خراب میشه. رژیم ناچاره برای حفظ روحیه اونا با این جور سیلیا صورت خودش رو سرخ نگه داره. بله. خب حالا میتونیم باز در روزهای بعد این رو حتما دنبال کنیم. این سیاست تازه اعلام شده و حتما هرچی جلوتر بریم با سابهای اون رو بیشتر خواهیم دید. تشکر میکنم از شما.